سلام از میکنم خدمت دوستان عزیز بریم سراغ ادامه درسمون اینم لینک پروژمون تا پایان جلسه قبل که میتونید از اینجا دانلود کنید تو توضیحات ویدیو هم هستش خب یه خطایی من روبرو شدم حالا احتمالا یه چیزی رو اشتباه نوشتم خب بریم با همدیگه چک کنیم ببینیم کجا رو اشتباه نوشتیم و اون رو اصلاحش بکنیم اول بیم سراغ پرووایدر هم اینجا ببینم من چیزی رو اشتباه نوشتم یا نه اول مشکل رو حل کنیم بعد بریم سراغ ادامه کن. خب دست به نقل میدونم یه اسم میخواد آیتمز تا اونجا که میدونم ببینیم مشکل اون اصلا حل شد شاید بعد اصلا همین بود با یه دونه اسم مشکل حل شد خب بریم سراغ ادامه کار من چیکار کردم تا جلسه قبل اومدم اون ریدیوسرم رو نوشتم فقط ریدیوسرم رو اعمال نکردم هنوز به پروژم کجا باید اعمالش بکنم ریدیوسرم رو الان کاربر من بد اینجا خب ریفرش کنم اینو این مقدار رو زیاد میکنه مثلا خب این مقدار رو که زیاد کرد وقتی ادو میزنه باید اینجا این مقدار صفرمم هم, آپدیت بشه پس بعد به این اد عد، دکمه ادی که اینجا دارم اون اکشنه رو اد بکنم که وقتی اینو میزنه اون اکشنه اجرا بشه مقدار رو آپدیت کنه خب میام توی میل آیتم فورم اینجا که اون اینپوت منه که میبینید دیگه همونی که دقیقا هست خب میام اینجا یه فانکشن می نویسم کانست سابمیت هندلر که به عنوان ورودیش یه ایونتی رو میگیره خب این کی بعد اجرا بشه موقعی که این اینپوت من سابمیت میشه موقعی که این دکمه زده میشه سابمیت میشه پس میام اینجا توی یه فرمم یه آن سابمیت میذارم مساوی این خب حالا وقتی این زده میشه چه اتفاقی باید بیفته خب حالا من باید زمانی که کاربر من اینو سابمیت میکنه فرم رو به مقداری که کاربر من توی اون فیلد وارد کرده دسترسی داشته باشم یعنی باید به این مقدار دسترسی داشته باشم من اینجا خب چجوری جوری این کارو بکنم باید یه یوزرف استفاده بکنم میام این بالا اول یوزرف رو ایمپورت میکنم بهتون میگم میخوام چیکار کنم خب بعد میام اینجا داخل همینجا یه دونه اس براش میذارم میذارم amount input ref مساوی use ref خب حالا باید به این این رفرنسی که دادم رو اختصاص بدم به این اینپوته درسته این لیبل هم بزید بیارم پایین بیده تعمیز کنیم اوکی بعد بیام اینجا به این اینپوت هم یه رف بدم امانت رف اما بچه ها یادتون باشه چند جلسه قبل راجبش صحبت کردیم این روش جواب نمیده چرا جواب نمیده؟ اگر این یه کامپوننت نبود جواب میداد یه تگ اینپوت بود اون وقت جواب میداد اما وقتی شما یه کامپوننت دارید نمیتونید از رف استفاده کنید برای حل این مشکل میمدیم چیکار میکردیم یوز فوروارد رف میکردیم یادتون باشه یعنی باید برم داخل کامپوننت اینپوت هم کجاست تو یو آی اینجا خب اینو ورپ بکنم داخل یوز فوروارد تو فوروارد رف یوز نداره خب میایم یعنی بالا اول ریاکت رو ایمپورت کنید خب بعد میام اینجا قبل از این اینجا میگم react dot for word ref این آخرم اینجا پرانتز رو میبندم بعد به عنوان پارامتر دوم کنار پراپس این ref رو میدم بعد میام اینجا هدف من چی بود اون رفرنس به این اینپوت بعد اشاره داشته باشه دیگه پس میام اینجا میگم رف مساوی رف من رف تو کامپوننتش دادم اما همین اماونت اینپوت رف با استفاده از فورورد رف میاد به اون اینپوت اصلیه وصل میشه حالا اجازه دارم برم ازش استفاده کنم خب میام اینجا توی سابین هندلر میگم const مقداری که کاربر وارد کرده اینتر amount مساوی میذارم با amount input ref dot current dot value برای اینکه خیالم راحت بشه مقدار وارد شده عدده میام چیکار میکنم اینو یه چیزی که اسمش عوض کنم interd amount number اسمشو می برابر می‌زنم با این یه پلاس اولش میزنم که خیالم راحت بشه عدده کانورتش کردم به عدد خیالم راحت بشه خب میام یه ولیدیشن هم میزنم اینجا بچه‌ها ها اومدیم کاربر من هیچی وارد نکرده بود خالی گذاشت اومدیم و یه عدد بی ربطی که زده بود یه validation می‌زنم خیالم را از این چیز راحت کنم میگم اگر این مقداری که کاربر من وارد کرده تریمش کردم اسپیسش رو هست کردم طولش برابر صفر بود یعنی کاربر من هیچی وارد نکرده بود یا اگر اون مقداری که وارد کرده کوچیکتر از یک باشه اومد اون منفی زد یا اگر بزرگتر از پنج باشه اجازه نمیدم بیشتر از پنج قلم از هر چیزی بتونم بفروشه بتونه بخره کاربر من در اون صورت ریترن بکن هیچ یعنی در اون صورت اصلا اینا رو اجرا نکن از بیرون از این سابین هندلر بیه بیرون پس اگر کاربر من هیچی وارد نکنه یا کمتر از یک باشه یا بیشتر از پنج باشه ریترن میکنه هیچ حالا میتونم یه کار بکنم میتونم تو این حالت یه خطایی رو نمایش بدم توی صفحه میام یه استیت تعریف میکنم این یه کار اضافه است بچه‌ها انجام میدم اما. خب میام اینجا یه استیت می‌کنم میکنم کانست اسمشو میذارم amount is valid set amount is valid مساوی یوز استیت مقدار تیفالش هم میذارم تولو یعنی ولیده در وحل اول ولید میذارمش خب بعد میام اینجا این پایین دکمه به صورت شرطی یه چیزی رو اینجا نمایش میدم قبلش اینجا اینجا که مطمئن شدم ولید نیست اینو میکنم فالس خب بعد میام اینجا حالا میگم اگر مقداری که کاربر من وارد کرده بود ولید نبود چیکار کن یه خطایی رو نمایش بده یعنی به شرطی که ولید نباشه یه خطایی رو میگم نمایش بده مثلا خطا رو چی میگم مثلا بیز اینجا بنویسم برعکسش میکنم اینجوری چون فالس باشه میخوام خطا نشون بده and یه پاراگراف میزنم اینجا میگم پلیز اینتر ا ولید اماونت بهش راهنمایی میدم میگم یک تا پنج پس اگر شرط من فالس باشه این نمایش داده میشه به کاربر خب حالا اگه شرط من اوکی بود کاربر من واقعا یه چیز استاندارد وارد کرده بود اون وقت چیکار باید بکنم یادتون باشه من توی اکشنم این فانکشن هست. add item to cart به عنوان ورودی آیتم کامل میگرفت آیتم کامل یعنی چی؟ یعنی اسم داشته باشه، پرایس داشته باشه، اماونت هم داشته باشه. من اینجا فقط اماونت رو از کاربر گرفتم. من اینجا فقط اماونت رو از کاربر گرفتم. پس این اماونت رو نمیتونم مستقیما پاس بدم به اون اکشنم. باید همراهش بکنم با اسم و پرایس و اینا. یعنی باید همراهش بکنم با این. با این آیدی با اسمش و با پرایسش یعنی باید با اینا همراهش بکنم میام چیکار میکنم بعد از اینکه ولیدشن انجام شد میگم از بالا دست به من یه فانکشن پاس بده به نام آن اد تو کارت این مقدار رو بهش پاس میدم حالا ببینیم فانکشن چیکار میخواد بکنه خب حالا اسم و قیمت رو من کجا داشتم توی میل آیتم این اسم دیسکریپشن قیمت فقط کافی که این فانکشنی که اینجا نوشتم رو بیام به این پاس بدم به صورت پراپس بعد بیام این فانکشنش هم اینجا بنویسم میام اینجا میگم کانست add تو کارت هندلر برابر است با ایمان تو به عنوان ورودی میگیره حالا می گیره. می نویسمش ادامش رو این اینجا به این پا... اینو... به این پاس میدم اونجا امان تو میگیره میده تحویل این این میاد اینجا خب حالا بریم سراغ این پس باید به کانتکست هم دسترسی داشته باشم اول مییام اینجا میگم ایمپورت یوز کانتکست فرام ریاکت بعد مییام اینجا کارت ctx ستش می رو میذارم یوز کانتکست به عنوان ورودی چی رو میگیره کارت کانتکست و ورودی میگیره خب حالا بیایم می می اینجا میام اینجا میگم برو تو کانتکست هم خب کارت سی تی اکس هم یه چیز داشتم به نام اد آیتم یه باشه یه چیز داشتم به نام اد آیتم اینجا نیا کنید ادایته خب میگم بیا اینجا این آیتم رو بگی بهش یک آبجکت پاس بده میشه همون آیتمی که باید پاس بده یه آیدی داره هر آیتم اون از بالا دست دارم میگیرم یه نیم داره دارم از بالا دست میگیرم میکنی ناشه پرابس یه اماونت داره که دارم از اون, جم... از اون پایین میگیرمش اماونت اینا به عنوان وروده دارم میگیرمش و یه دونه پرایس داره یه هم دارم از بالا میگیرمش الان یه دونه آیتم من ساختم مقدارش رو کاربرم وارد کرده بود اسم و پرایس و رو که از قبل داشتم فقط اینکه اینجا من آیدی ندارم بچه ها آیدی رو پاس ندادم یه پله میام بالاتر توی اویلیبل میل اینجا آیدی رو پاس بدید بچه که به آیدی هم دست داشت داشت پس الان کاربر من مقدار رو وارد کرد با اون مقداری که وارد کرد من یه آیتم ساختم اد آیتم رو فراخونی کردم توی کانتکستم حالا وقتی اد آیتم فراخونی بشه چه اتفاقی میفته؟ اد آیتم که فراخونی بشه این دیسپچ رو فعال میشه میره مقدار رو هم آپدیت میکنه. یا کنید؟ من به این اد آیتم رو فعال کردم دیگه الان. این اینو فعال میکنه. این هم یه دیسپچ رو فعال میکنه. اون آیتم رو به عنوان ورودی میگیره. میاد تو ریدیوسر هم مقدار استیت هم آپدیت میکنه. بریم با هم تستش بکنیم تو اینجا رو. من اینو زیادش میکنم ادو میزنم یکون اپدیت شد آو یه پیروین دیفالت میخواد یادم رفته بزنم کجا بودش ساب بیت هندلر اینجا یه داره پیروین دیفالت بچه باید بزنم ایونت داد پیروین دیفالت اینو یادم رفته بزنم اوکی یه رفرش دوباره شسته شیش خیلی مالی خیلی خوب بریم بیام مدانش بشه جلسه بعدی فعلا خدافز